درود بر یاران عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 8 دسامبر سال 2021 هست. یک بار دیگه با همدیگه کوتاه اخبار کشور آلمان رو با هدف یادگیری زبان آلمانی و همینطور گراماتیک و دونستن مسائل روز کشور آلمان بررسی میکنیم. بریم سراغ اخبار. میبینیم که همش تصویر آقای شولتز هست و خانم مرکل، چون خانم مرکل خدافزی کردن بعد از 14 یا نمیدونم 16 سال صدر اعظمی و خب 5860 روز محاسبه کردن کار کرده ایشون در این پست و آقای شولتز جایگزینشون شدن. این روزها بحث نمیدونم حالا کارهایی که باید انجام بشه، قسم بخوره توی مجلس تصویب بشه و اینجور چیزها هست، خبر خاصی نیست و به نظرم حتی گراماتیک و کلمات جالب و به درد بخوری هم برای ماها نداره. تنها مسئله مهمی که میتونیم بهش بپردازیم این است در کشور انگلستان دوباره راهبردهای ضد کرونایی رو میخوان راه بندازن که در واقع دو سه ماهی کشور رو کلا به حالت عادی برگردونده بودن، دیدن که نه تصمیم جالبی نیست و حالا کم کمک میخوان به شرایطی که الان توی کشور آلمان داریم برگردن. بریم سراغ خبر. قضیه چیه؟ دوستان عزیز، اگر فرزندتون بچه کوچیک دور براتون هست، لطفاً به نظرم یا بفرستیدش جایی یا اینکه این خبر رو گوش ندید، چون چیز جالبی نیست برای بچه ها شنیدنش. فونف توته این کرنیگز وسترهاوزن، پنج مرگ یعنی مرده یا جنازه در شهر کرنیگز وسترهاوزن که توی ایالت برندنبورگ هست. سرتیتر خبر میگه فاتر 40، یعنی پدر 40 ساله، زول بایستی، یعنی اینجور از شاید قرائن برمیاد، اینجا مفهومش اینه، فامیلیه خانواده رو وگن گفلشتن به خاطر جعلی ایمف پاس، در واقع ایمف پاس یا پاس واکسیناسیون جعلی، آوسگلوشت هابن. فعل آوسلوشن، لوشن یعنی پاک کردن، آتیش رو خاموش کردن هم بهش میگن لوشن، ولی آوسلوشن که میگن یعنی منقرض کردن. و چون پدر زنش و بچه هاش رو کشته و خودش رو هم کشته، در واقع مثل یک منقرض کردن نسل خانواده خودشه، خاطر همین فعل آوسلوشن اینجا مفهوم داره. اون فسباقه دتایلز زوم موردفال این کرنیگز وسترهاوزن، اون فسبا یعنی غیر قابل باور، غیر قابل درک، دیتایلز یعنی جزئیات، تون موردفال در مورد قتل در شهر گلانس شوردی. فنف لایشن وودن این اینم فامیلین هاوس این براندنبورگشن کرنیگز وسترهاوزن گفوندن، پنج جنازه در یک فامیلین هاوس، یک خانه برای خانواده، در واقع بگیم یک خانه در شهر کونیکس وسترهاوزن ایالت براندنبورگ پیدا شده. نخ اکتوئلن ارمیتلونگسشتند، بر اساس اکتوئل یعنی در حال حاضر، اون چیزی که الان موجود هست، ارمیتلونگسشتند، ارمیتلونگ یعنی برآورد، اون چیزی که الان ازش فهمیدن، شتند شرایط، از برآورد شرایط این هست که پدر 40 ساله چه کار کرده؟ زن گلیش آلتیگه فراو یعنی زن هم همین سنی بوده، اونت درای توشتر و 3 تا دخترش 4 ساله، 8 ساله و 10 ساله رو امادت، اونت اینن ابشیز بریف هینترلاسن، به قتل رسونده و یه دونه ابشیدز بریف یعنی نامه خداحافظی رو هینترلاسن یعنی به جای گذاشتن گذاشته و بعد این کار رو انجام داده. Jetzt ist bekannt was in dem Brief steht. الان مشخص شده چی در اون نامه نوشته شده بوده. قضیه دوباره سرتیتر کردن که Vater aus Königs Wusterhausen، ظلم میبایستی چه کار کرده باشه، قضیه چیه؟ انگس گهبت هابن، ترس داشته باشه، زینه تشتا سو فلیقن، دختراشو از دست بده. قضیه بازم کمی عجیب تر شد، ولی حالا میخونیم چرا همچین ترسی داشته.
Nach Angaben der Justiz, bar asas dadehay dadgustari, mibayesti peder khanevade angst vor seine Verhaftung gehabt haben. Ters az bazdasht khodesh dashte bashe. Außerdem habe er gefürchtet, غیر از اون ترس داشته, dass man ihm und seine Frau die Kinder wegnehmen würden, که بچه هاشون رو از خودش و خانومش بگیرن. حالا دلیل ترسش چیه؟ Der Grund, دلیل. Der 40-Jährige hatte, اون آقای 40 ساله, den Brief zufolge eine Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen. بر اساس اون چیز که تو نامه نوشته, اون ظاهرن اون پاس واکسیناسیون رو برای خانومش یه دونه جعلیشو داده درست کرده. یا جعلیشو خریده انگاری. ایر Arbeitgeber habe dies erfahren. کارفرماش از این قضیه مطلع شده. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Gernot Bantelon. این رو تایید کرده اون بازپرس ویژه دادگاه در روز سه‌شنبه برای ارتل. Deshalb hatte das Paar Angst vor einer Verhaftung und dem Verlust der Kinder. به همین خاطر اون پدر ترس داشته از بازداشت و هفتون و فلوست از دست دادن بچه هاش. زکت بانتلون وایتا. این رو آقای بانتلون گفته. Weitere Details wollte er nicht nennen. جزئیات بیشتری نمیخواست دیگه اون بگه. Den Brief fanden die Ermittler im Haus der Familie. اون نامه رو اون در واقع محققین یا بگیم تیم جستجوی تحقیق اون اداره دادگستری توی خونه اون شخص پیدا کردن. در واقع خلاصش اینه که این پدر رفته برای خانومش یه پاس جعلی خریده و چون الان چند روزی صحبت از اینه که ما دنبال در واقع جائلان هستیم و کسانی که اینو جعل خریدن هند واقع چه کسایی که خریدن چه کسایی که میفروشن در واقع الان مجرم محسوب میشن و جریمه سنگین براشون در نظر خواهند گرفت, جریمه پولی. و اینکه خلاصه این پدر بیچاره حسابی ترس برش داشته و از ترس اینکه در واقع بچه هاشو ازش بگیرن و کارش به دادگاه و اینا بکشه همچین فکر عجیبی به سرش زده. متاسفیم, ولی خب حالا خواستیم خبر رو خونده باشیم چون همه دارن ازش صحبت میکنن. یه وقتی اگر سر کاری جایی شنیدید تا حداقل بدونید در مورد چی دار صحبت میشه. بریم سراغ آمار. در کشور انگلستان با 51342 تا ابتلا و 161 فوتی همینطوری عددمون در واقع بالای 50000 هست و مونده. در کشور سوئیس متاسفانه افزایش شدیدی داریم, چرا که با 12598 تا ابتلا و 34 تا فوتی تعداد ابتلاها و فوتی ها وحشتناک بالا رفته. عدد 11 نوامبر رو اگر دقت کنید حدود 3 برابر شده. در واقع 11 نوامبر خودش نسبت به روزهای قبل 3 برابر 4 برابر بوده. بگیم نسبت به روزهای سپتامبرمون یه حدود 10 12 برابر بیشتر شده اصلا توی این ماجرا. در کشور اتریش با 1888 تا ابتلا 19 تا فوتی 3895 تا درمان شده عددمون یه کمکی رو به پایین اومدن هست خدا رو شکر. نمیدونم فکر کنم کشور سوئیس الان حسابی لاکداون هست تأثیر خودش رو داره میگذاره و این شرایط رو بهتر میکنه. در کشور آلمان خودمونم با 23200 تا ابتلا و 176 تا فوتی باز هم اینجا همچنان عدد خیلی بالاست. دوستان عزیز نمیخوام ترس ایجاد کنم, واقعیت رو داریم با هم دیگه میخونیم. بریم یه سری مثلا به مرز اگر بزنیم یا بگیم آره اینجا ها مثلا 10 11 17 هزار بوده و اینجا دوباره اینجا اومده پایین روی 2 3 5 6 هزار شده توی مای و توی سپتامبر دوباره شروع کرده به بالا رفتن. در واقع توی فصلهای سرد در واقع میخوایم بگیم بیشتر مواظب باشید, بیشتر احتیاط کنید,
شب خوبی براتون آرزو میکنم، بدرود.